رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با سلام به هممیهنان عزیز، با تأسف از اینکه آقای سعید بهبهانی عزیز امروز حضور ندارن به دلیل بیماری، من آرزو میکنم که هرچی سریعتر سلامتی رو بازیابند و در برنامه ها شرکت کنند و این به بهبود برنامه ها خیلی کمک میکنه و به رغم اینکه خیلی درد میکشیدن از این بیماری اما واقعا هماهنگ میکرد و این برنامه رو تا کنون زنده نگه داشت. با سپاس از ایشون و تلاششون. این هفته من به چند موضوع میپردازم. یکی حمایت از فرقه مجاهدین در آلبانی تحت عنوانی که پلیس حمله کرده، در حالی که واقعیت معکوس اینه. اون کسایی که حمله کردن مانع کار پلیس شدن، سازماندهانه بود و کار همین تشکیلات بود و تبعات این محکومیت رو از جانب بعضی شخصیت هایی که بود عرض میکنم که چجور رجوی از این سوء استفاده کرد در جهت تحمیق اعضا و دوام و بقام همون ساختار فرقه‌ای و توتالیتاریسم مخوف ایدئولوژیک در اشرف سه در کمپ آلبانی. بعد پاسخی خواهم داد به دوست عزیزم، براشون احترام قائلم، آقای مهدی مهدوی آزاد در ایران اینترنشنال که انکار کرده بود رقص رهایی رو، هم برسر شدن رجوی با زنان شورای رهبری رو، و ایزن گفته بود که مجاهدین به دلیل که 10-15 سالی در تحت فشار بودن همیشه اینا فرصت نکردن اونجور که هستن خودشون رو ارائه بدن. برای من خیلی عجیب بود این سخن و ادعا کردن که از افراد خیلی مطمئن و آگاه پرسیدن که اصلا رقص رهایی نبوده. این رو هم باز خواهم کرد. بعد افتضاح دادگاه آبان که خانم فاطمه خوشرو 36-7 ساعت قبل یک ویدیو بیرون داد و گفت دادگاه آبان و مسئولینش به وعده هایی دادن به این که بیاد شهادت بده عمل نکردن و یک افتضاح دیگر از دادگاه آبان رو ما شاهدیم. واقعا پشت و پا زدن به اصول و ارزش ها از نظر من چیزی نیست جز دمل چرکینی بر گرده دادخواهی و دادخواهان که این دو تن شادی صدر امین سیرک ابتذال عدالت برای ایران رو تا کنون تحت این عنوان پیش میبرم. بعد نگاهی خواهیم داشت به قرامت که دولت آمریکا توسط قوه قضاییش میخواست به خانم مسیح علی نژاد بده. یه نگاهی هم میندازیم که چرا این قرامت رو دریافت نکرد و میبایست چه موضعی میگرفت، موضع اصولی چیست در این رابطه. پس اولین سوال در رابطه با آلبانی این هست، آیا بایستی در کنار فرقه مجاهدین بایستیم و عمل بازرسی پلیس رو محکوم کنیم که با حکم قوه قضایی و دادگاهه؟ چه موضوعی رو باید محکوم کنیم؟ آیا میشه با ورود پلیس با حکم دادستان و دادگاه ضدیت کرد، مخالفت کرد، اونو مخدوش دونست؟ آیا معتقد هستید که فرقه مجاهدین و نه اعضا که تحت فرمان مسئول بالا هستند باید جلوی پلیس و حکم قضایی می ایستاد و مقابله می کرد و تن به حکم قانون نمی داد؟ بعضی از شخصیت ها متاسفانه پیش از اینکه خبر دقیق رو کسب کنند دست به چنین عملی زدند و این اشتباه بود و بیشترین منافعش هم خود رجوی برد، کما اینکه بعداً گفت که این شخصیت هایی که در مقابل حمله به اشرف سینه سپر کردن تشکر کرده داشتون که اینا، بعد ما قبل اون تأکید کرده بود که
رئیس جمهوری برگزیده این مقاومت با برنامه 10 ماده‌ایش رو تونست به صحنه جهانی پیروز کنیم. یعنی کاملا اون چیزی که میخواست و این شخصیت ها گذاشتن در طبق مسعود رجبی. ببینید حتی پلیس آلبانی رفته بود و گفته بود میخوام بازرسی کنیم و توافق اولیه هم صورت گرفته بود از طریق مسئولین، اما وقتی پلیس میرن همون جور که رجوی برنامه رو چیده بوده نمیخواسته بازرسی بشوره. تمام اعضا رو از محلهای کار و غیره و آسایشگاه کشونده بوده تو جاده ها وسط ها و مانع میشدن، حتی مانع حرکت این ماشین های پلیس بودن، جلوی ماشین های پلیس رو سد کرده بودن، حتی عکس ها تصاویرش هست زیر ماشین خوابیدن که پلیس نتونه حرکت کنه. این در واقع حرکت آگاهانه بود که فرماندهیش خود مسعود رجوی بود که تونست کند کنه بازرسی ها رو، اون قسمتی که نیاز بود از صحنه خارج کنه، یعنی کامپیوترهایی داشت و اطلاعاتی که داشت. من اینجا تصریح میکنم اگر فرضاً پلیس غیر قانونی وارد شده بود یا به غیر از اینکه سازمان جلوشون وامیستاد با اعضاشون این سرکوب رو میکرد، من اولین محکوم کننده بودم. این همانی کردن با داستان عراق در 1386 تا 1390 اساساً اشتباهه. رجوی خودش کار رو به این نقطه کشون که بعضی‌ها رو فریب بده و چنین حمایت‌هایی رو جمع کنه، چون براش مستقل از این حمایت همین که مشروعیت سیاسی بهش بدن، اینم جز گروه های سیاسی این اپوزیسیون و مخالف رژیم قلمداد بشه، براش پیروزیه. من تاکید میکنم که توی این رابطه من حتی یادم هست آقای اصغر سلیمی روز اول دادگاه که وقتی این مجاهدین حمله فیزیکی کردن و پلیس جلوشون گرفت با باتون، اصغر سلیمی میگفت که بابا جون شما که ادعا میکنین دموکراتیک هستین، چنین وحشی بازیایی که دارین که یعنی تو اینجا مثلا ایجاد میکنین. من یادم به توی اون درگیری ها پلیس به جایی که هوادارهای سازمان رو دستگیر کنه چون زیاد بودن، اصغر سلیمی رو دستگیر کرد و برد اون خارج شهر پیادش کرد. اصغر سلیمی هم پولم همراه که نداشت، تلفن هم نداشت، اینا یه کردی 10 یورو بهش داده بود، اما اونجا برگشت از تونست برگرده بیاد تو همون محلی که دادگاه بود. آیا کسی محکوم کرد تا یعنی این کار اشتباهی که پلیس انجام داده بود؟ ببینید صحنه واقعی چیز دیگری است. من تو روز اول دادگاه هم همون کسایی که حمله سازمان یافته این سازمان رو به شاهدین و شاکیان و دادخواهان صورت گرفت محکوم نکردن، پرسش اینجاست مگه اونجا حمله صورت نگرفت؟ چرا سکوت کردیم؟ اظهارات بعضی از شخصیت ها که برای من جای سوال هست. من به رغم احترامی که برای آقای مهدی مهدوی آزاد قائلم، ولی ایشون در همون روزهای اول این حادثه در کمپ اشرف‌3 با ایران اینترنشنال که مصاحبه داشتن و عنوان کردن که مجاهدین در 10-15 سال اخیر زیر ضرب بودند و نتوانستند آنطور که هستند خودشان را معرفی کنند. آقای مهدوی آزاد، مجاهدین نتونستن همونطور که هستند خودشان معرفی کنند یا جدا شدگانی مثل سیامک؟ مجاهدین که بیش از 100 سایت رسمی نیمه مخفی نیمه علنی و غیر علنی دارن، منهای صدها کانال فیسبوکی، صدها کانال تلگرامی و توییتر غیره که فیسبوک 300 تاشون رو حذف کرد در یک بره از تاریخ، همین یک سال و نیم پیش بود. آیا اینا عرضه ندارن؟ این سازمان نتونسته خودشو معرفی کنه چون تو بحران بود. الان بابا 7 سال 8 سال مستقر توی کشور آلبانی، تالا پر آلبانی هم به اینا نگرفته بوده، دست اینا بیشترین حد باز بوده. اینا تونستن تو همین سری اخیر هفته قبل 500 تا شخصیت، رجوی میگه بیش از 500 شخصیت رو امروز گفته آوردن تو پاریس.
اینا دستشون بسته است، اینا تو پروپاگاندا تو تبلیغات کم دارن، معکوس ها. اون کسی که قدرت رسانه ای نداره جدا شدگان و سیامک هستن ها و سایرین ها. من سیامک نادری 6 سال پیش که شروع کردم فقط همین میهن تیوی بود که به من فرصت این برنامه رو که دادا. بیش از 6 میلیون هزینه همین اجلاس پاریس بوده. شما اجازه بدین من اینجا محاسبه کردم، عنوان کنم محاسبه هزینه برگزاری اجلاس سالیانه در پاریس با حضور 500 شخصیت از آمریکا، کانادا، اروپا، آسیا، 3 قاره جهان، هزینه هتل، دستمزد سخنرانها، حفاظت شخصیتها، هزینه سیستم برگزاری این مراسم بلاد تکنیکی و صوتی، کرایه اون محل، هزینه هواپیما و غیره. باور کنین ارقامی که من نوشتم 700 هزار تا 100 هزار تا 20 هزار تا 500 هزار تا 2 میلیون 1 میلیون 400 هزار تا 1 میلیون، جمع اینا شده 6 میلیون و 720 هزار یورو. اصلا این پولی نیست، ممکنه برای شما تعجب انگیز باشه. به آلخو ویدال کوادراس که معاون پارلمان اروپا بوده 2 دوره یعنی 14 سال 1 میلیون یورو پول دادن. این پول رو دادن تو مجلس اسپانیا هم رفت زیر سوال که به چه حق این پولا رو دادن. پولا رو خورد خورد شده دادن، 40-50 هزار یورو. حتی به اون مسئول و معاون حزب دست راستیشون هم حقوق ماهانه میدن که دویچه وله چاپ کرد حقایق. بعد شما میگین اینا محدودن که دستشون بسته بوده نمیتونن فعالیت کنن. سیامک نادری در همین میهن تیوی که صحبت میکرد پناهنده بود، 300 یورو پول میگرفتم. من یادم اولین بار که آقای حنیف حیدرنژاد خواست منو از پارچین استان مکلنبورگ که آلمان شرقی سابق بود، هم مرز با لهستان بود، من اونجا بیاره تو آلمان غربی مثلا قبلی شهر بخوم. من پول کرایه قطار نداشتم. گفت اون سیستم ما که کمک به شکنجه شدگان و آسیب دیدگان جنگه اون هزینهشو میپردازه. وقتی اومدم موقعی که برمیگشتم از اونجا یه کفش خریده دادم تابستانی 1.5 یورو از این سوسیال، کفش رفت فقط بندش مونده بود. توی هامبورگ بودم هاپ‌بان‌هوف، دیدم با یه لنگی نمیتونم حرکت کنم، با یه پلاستیک بستم کفشمو. رفتم دیدم اصلا امکان پذیر نیست. اون یکی کفشم از پام خارج کردم، پیاده این مسیر رو رفتم که سوار تران رسیدم تا رسیدم به شهر پارچیم. از اونجا هم پابرنه آخر شب پابرنه همه اون مسافت رو تا کم پیاده رفتم. اصلا هم خجالت نمی کشیدم چون می دونستم دارم چی کار میکنم، چه حقایقی رو روشنگری میکنم. شما حتی نمی دونین من حقایق رو نگفتم. من در سال 2018 برای مصاحبه با همین تلویزیون میهن تیوی پول نداشتم جا داشته باشم. اگه میرفتم هامبورگ باید 75 یورو پول میادم، نداشتم این پولو. من کنار یک توالت، یک سال خورده کنار یک توالت مصاحبه میکردم، هر بار 10 یورو کرایه اونجا میادم. نفر وسط این مصاحبه من میومد میرفت، بهش با دست میگفتم که سیفون رو نکش. پخش مستقیم بود با همه این میهن تیوی. من اصلا شرم نمی کنم، من اصلا خجالت نمی کشم، حقایق رو به مردم میگم. شرافتم این بوده. این در حالیه که تو همون دوره خیلی از دوستان از جمله آقای حنیف حیدرنژاد بارها به هم گفت سیامک تو پرچم ما هستی، ما به تو پول میدیم که از این وضعیت بیای بیرون، اصلا مشکلی نیست. من گفتم حنیف جان اگر من 1 تک تومن از تو پول بگیرم، 1 تک تومن دیگه صدام در نمیاد، من فاسد میشم. من اولین مصاحبه کردم از اون توالت خارج شدم و بعدم بیرون احساس میکردم که آرنولدم، هیچ که قدرتمندتر از من نیست. حالا شما بگی که مجاهدین این امکانات نداشتن، این فرصت رو نداشتن که بیان تبلیغ کنن. اگر پشت صحنه رو که بگم، پشت صحنه رو بگم که من چجوری این یک سال نیمه
اون اول رو طی کردم برای اینکه صدامو برسونم، اون وقت شما میفهمین تفاوت ما با مجاهدین چیه. باور کنین حتی اگر اون 10 یورو رو پول نداشتم بدم، میرفتم شیشونو شابه جمع میکردم از خیابونا، از صداش حالا تا صدامو برسونم. اگر اینم نمشون جلوی یه بانک یه مؤسسه ای از وایفای اون استفاده میکردم، با تلفن میرفتم ولی پول نمیگرفتم، چون میدونم فساد چیه. در ادامه همین برنامه هم خواهم گفت. بعد شما میگی که اونا فرصت نکردن ارائه بدن. سیامک یه کراوات میگیره 50 سنت، کتم 1 یورو بود. وقتی حرفای شما رو میشنویم زخم بر تنم میاد، نه تن فردیم، تن اجتماعیم، تن مردمم. تو زندان حسین محمد خواه تو گوهردشت اسم منو گذاشته بود بچه مردم، از این صفت خیلی خوشحال بودم. همیشه هم شاد بودم، میگفت بچه مردم همیشه خندونه. ولی این حرفای شما واقعا خنده از لبان ما می روبایه. در اظهار دوم عنوان کرده اید که آقای مهدی مهدوی آزاد، باز تاکید میکنم احترام براشون قائلم، تحلیل های خوبی تو ایران اینترنشنال ارائه میدن و من رو شخص ایشون اصلا حرفی ندارم، رو نظرات ایشون و اینکه ایران اینترنشنال انتشار داد حرف دارم. اونجا انفار کردن که من از فرد مطمئنی شنیدم که خیلی قابل اعتماده و داناس و آگاه اینا، که رقص رهایی اساسا پروپاگانداست و دروغ محضه. آقای مهدوی آزاد، 6 سال پیش من رقص رهایی رو گفتم تو طی 2 برنامه در همین میهن تیوی تا اونجایی که اطلاعات داشتم و گفتم رقص رهایی موضوعی نیست که سیامک این سیامک اون زنان بیان پای تلویزیون بگن که ما با رجوی رقص رهایی داشتیم. اینا پدر دارن، مادر دارن، خواهر برادر دارن، نمیتونن به این راحتی بگن. اینو یکیشون خودش به هم گفت. اما پاسخ شما در همین رابطه، شما اولین نفر نبودین که چنین حرفی رو زدین، با 6 سال تاخیر گفتین. تقریبا همون روزایی که من این مصاحبه کردم رقص رهایی رو، بین 20 روز تا 1 ماه بعد خانم عاطفه اقبال یه مصاحبه کرد با مهناز قزلو و اساسا رقص رهایی رو بالکل حذف کرد، گفت اصلا چنین چیزی نبوده، اینا دروغ محض. حتی گفت اینجور چیزایی که میاد از اون ور میاد، از سمت رژیم و وزارت اطلاعات میاد. حالا من صحبت کرده بودم، موضوع بحث اون دوره فقط من بودم. یعنی واقعا آدم تعجب میکنه از چنین افرادی که حاضر میشن نمیدونم به چه علتی تو این دوره بیان چنین اظهار نظرتی کنن. حتی عنوان کرد که نه تنها رقص رهایی نبوده، بلکه حتی اگر زنان مجاهدم ازشون بخوان که برقصن، اصلا این زنان رقص بلد نیستن. عجبا، من اومدم پای تلویزیون گفتم حتی مادر من که یه روستایی، حتی فارسی رو به زور تو زندانهای رژیم یاد گرفت جلوی اوین قزلرسان و گوهردشت، وقتی تو عروسی برادرش که هم عموی من است، هم دایی من است، هم برادرم من است، رقصید، زیباترین رقص آذربایجانی که من دیدم مادرم بوده. مادری که حتی 1 بار نیومده جلوی در کوچه واسته، یعنی جلوی در خونه واسته. شرم‌آوره دختر رقص بلد نباشه. اولین چیزی که به انسان یاد میدن، به دختر یاد میدن، رقصه. بعد گفت جراحی رحم اصلا خوب بوده، اصلا چنین چیزی نیست، به خاطر خوبی زنان، سلامت زنان این کار کرده. کجای جمعیت اینجوری بوده؟ 800 تا زن، 314 تاشون مال شورای رهبری ارشد بودن، 1/3شون جراحی رحم داشتن، رحمشو برداشتن. خانم فرشته هدایتی گفت پزشک شنید که من رحم منو خارج کردن، اصلا وحشتناک تکون خورد، شوکه شده بود. چرا این کار میکنن؟ برای اینکه عنصر زنشو از دست بده، بی آینده بشه. یعنی تو دیگه زن نیستی، آیندهشو از بین ببرن، بیارن تو چارچوب سازمان که همچنان که شعار میدن مجاهد هستم و مجاهد میمانم و مجاهد میمیرم. میمیرم یعنی ببین میمیرم ولی جدا نمیشم.
شنونده باد عاقل باشه. این خانوم حرفای دیگه هم راجع به رقص راهی گفت، بالکل حذف کرد، گذشت و شما اول نفر نیستیم. اما همین 2 ماه قبل وقتی یک عکس هایی از خانم یاسمین پهلوی انتشار یافت که با اون مربیشون که مربی تن و روان بود که در سایت های دیگر و فیسبوک ها به عنوان عکس های نمیدونم فلان و فلان کلماتش که مناسب نیست اسم بردن، تو همون دوره عاطف اقبال یک پست فیسبوکی گذاشته که میگه عطف به پیام رجویه که رجوی پیام داده آقا جون این مهم نیست، روی این مسئله که نرین و این کارا مثلا خطاست که تو زندگی شخصی مردم که دخالت کنید. عاطفه نوشته بود مسعود رجوی و فریاد آیدوز آیدوز، اینطور نوشته در میان موضع گیری ها در رابطه با پخش عکس یاسمین بانو از همه خنددارتر محکوم کردن رهبری عقیدتی سازمان مجاهدین است. از آن طرف که رهبری ادعای آلترناتیو دارد در مورد یکی از زنان شورای مجاهدین باشد، ولی اینکه ببخشید در مورد یک مسئله چنین بی اهمیتی موضع‌گیری می کند، ماکسیموم موضع‌گیری می تواند یک اطلاعیه سازمانی یا از طرف کمیسیون زنان شورای مجاهدین باشه، ولی اینکه رهبری یک سازمان بیاید و بگوید پخش عکس فلانی را محکوم کند، نمیدانم چرا برای من بوی آیدوز آیدوز را می دهد که همراه جمعیت می دهد و فریاد می زند آیدوز آیدوز. مسعود رجوی، این نوشته های خانم عاطفه اقبال، مسعود رجوی رضا پهلوی را رقیب خوب میداند و بچه شاه و با بچه شاه نامیدن سعی میکند او را تحقیر کند و از آن طرف در انقلاب ایدولوژیک اول 1164 و به خصوص در دوم انقلاب ایدولوژیک دوم یعنی در سال 1168 34 سال پیش که به عقد رسمی زنان شورای رهبری و انداختن گردنبند با عکس رهبر بر گردن زنان انجامید، فهمیدیم که رابطه او با زنان ویژه است. علامه تاکید، البته بسیار دیر فهمیدیم، باید زمان میگذشت و کسانی قابل اعتماد از این سازمان جدا شوند و آنچه گذشته بود را به صورت خصوصی بیان کرده و آن گردنبند کذایی را با خود یواشکی بیرون بیاورند، در حالی که اصلا یواشکی نیاوردن بیرون. حتی به همه جدا شدگان مرد هم این گردنبند اجازه دادن بیارن بیرون. من این گردنبند رو قبلا توی میهن تیوی آوردم و به مردم که نمایش دادم. این همون هدیه ای که رجوی با همون عکس، فقط برای اینکه داغ کنه مسئله رو میگه یواشکی دادم. احتمالاً سازمان برای عادی سازی این مسئله رقص رهایی گردنبندا رو به همه داد، حتی اجازه داد از سازمان خارج کنه. اونا که جدا شده بودن، اونا که جدا شدن از سازمان به عنوان خائن محسوب میشن، حتی به خائنینش از زعم خودش اجازه داد که ببرن، چون نیاز داشت رقص رهایی رو عادی کنه. بس یواشکی نبوده. بعد باز اینجا ادامه میده که زیرا ما دیر فهمیدیم، باید زمان میگذشت و کسانی قابل اعتماد از این سازمان جدا شود. انگار که ما قابل اعتماد نبودیم، اون زمان ما رو بس میکرد به فلان و فلان و فلان اینا. و آنچه گذشته بود را به صورت خصوصی بیان کرده و آن گردنبندها را با خود یواشکی بیرون آوردند تا بدانیم در آن جلسات اندرونی با مسعود رجوی و بانو چه گذشته است. بنابراین حساسیت مسعود رجوی روی یاسمین بانو قابل فهم است. در تفکر مسعود مریمی و طبق گفته خودشان همه زنان جزء نوامیس رجوی محسوب می شوند. اما اصل مطلب، در کامنت دیگری در پاسخ به آقای علی رضای عزیزمان اینطور میگه: من این متن را حرام سرا داشتن را تایید نکردم
ولی بنا به گفتگو با شاهدان عینی که با عاطفه صحبت کردن، میدانم که ماجرای عقد رسمی تک تک اعضای شورای رهبری و انداختن گردنبند با عکس خودش به گردن آنها درست است، کما اینکه خودم در اوورسورواس پایگاه سازمان در پاریس از این گردنبند را به گردن زنان شورای رهبری دیدم. البته سعی میکردن آن را پنهان کنند. این زمانی بود که هنوز روشنگری نشده بود موضوع رقص رهایی. اینکه مسعود رجبی با چند تن از زنان شورای رهبری نیز رابطه جنسی داشته است را با توجه به شهادت‌های عینی چند تن از زنانی که مورد اعتمادند و جدا شدند می توانم تایید کنم. اما حرمسرا داشتن را آنطوری که رژیم تبلیغ می کند، منظور چیزی که بطرس سلطانی گفته، برای من منبع موثقی ندارد. خب پرسش از این خانوم همین هست. 5 سال پیش من گفتم و خانوم فرشته هدایتی هم بلافاصله در تایید حرفای من اومد گفت که بله، اون چیزایی که سیامک نادری راجب رقص رهایی میگه میتونه حقیقت داشته باشه. در مصاحبه با همنشین بهار که 3 مصاحبه داشت. پس آقای مهدوی آزاد، اون چیزی که شما متهم میکنید افراد پروپاگاندا میکنند و دروغ میگویند، شما دارین اتهام میزنید به من. من اصلی ترین نفری بودم که به عنوان یک جدا شده موضعی ضد رژیم دارم و به عنوان یک مرد از اون چی که میدونستم شنیدم و برای منم شوک آمیز بود حقایق رو بیان کردم. شما به من تهمت میزنی که من اهل پروپاگاندام، من دروغ میگم؟ کجایی یک رسانه حرفه‌ای میاد به یکی تهمت میزنه و بهش فرصت نمیده که بیاد مابزای همون زمانبندی که با آقای مهدوی آزاد دادن به این هم بدن و به این تهمت ها پاسخ بده؟ تازه این در رابطه با سازمان ها، در رابطه ایران اینترنشنال بازم تو گام بعدی خواهم گفت راجب فاطمی خوشرو. پس ببینید، ما آدم های بسیار جدی هستیم و بسیار مسئول. من 300 یورو پول میگرفتم. گاهی اوقات برای خرج غذام کم بود، چون مجبور بودم از او دلم 40-50 یورو خرج کودکان کم میشد، براشون شکلات و شیرنی اینا که میگرفتم. اینا تو کم خب خیلی فقیر بودن، محدود بودن. منم 30-40 سال بچه ندیده بودم، خب عاشق بچه هم واقعا. اصلا تو کتابای شعرم دیدین که چه توصیفاتی این کودکان کردم به عنوان کودکان جادو. خیلی جاها بعد 6 ماه فهمیدم تافل هست، یه سیستم سوسیاله. 3 یورو میدی یه خورده از این غذاهای مونده ای که هست، تاریخ که مصرفش مونده مثلا 24 ساعت این داره میان تقریبا. من حتی بوده اون روز آخر نونهای کپک زده که میگم کپک ها رو کنار میزدم، اون توش رو میخوردم. من حتی یادم به خواهرم از دست من ناراحت میشد، تو چرا پولاتو اینجوری خرج میکنی ولی برای خودت نه؟ خب من اینجوریم، اینجوری بیشتر خوشحالم. نه اینکه بخوام لطف کنم، نه، زندگی مینه، علاقم مینه. یکی با خوردن رسیدگی به خودش ارضا میشه، خوشحال میشه. منم با کودکان، کاش که پول بیشتر داشتم. بس آقای مهدوی آزاد، اون نفری که شما عنوان میکنید خیلی آگاه، خیلی اطلاع داره، خیلی داناست و قابل اعتماده، لطفا معرفی کنید به من. من یادمه که دوستان گفتن که آقای سعید شاهسوندی هم گفته رقص رهایی نیست. من احترام قائلم براشون، اما ایشون بی اطلاع. خب ایشون آخرین باری که در تشکیلات سازمان بودن 1365 بود، یعنی حدود 38 سال پیش اصلا حضور نداشت در این تشکیلات. سعید شاهسوندی اصلا شوکه میشه چنین چیزایی رو بشنوه، چون خاطراتی که در ذهن این در زمان شاه و بعد اون در فازهای سیاسی 58 تا 65 هست یا پایگاه سازمان، اصلا
چنین خبرهای شوکامیزه. رجبی خوش رسما و مریم رجبی میگفت رهبری یعنی رجبی کانال وصل به خداست. عین همین ترم و ارتجاع هم رژیم هم در رابطه با خامنه به کار مرد در روزنامه کیهان. من خودم عین ترم اصلا خوندم کانال وصل خدا. رهبری عقیدتی چیزی فراتر از ولایت فقیه، این حتی تو جان و روحت هم باید با این یگانه باشی. به همین دلیل همه اعضا موظفن حتی خواب شبشون هم بیان اینجا مطرح کنن، اگر جنسی بوده که فباها دیگه. من که سیامک نادری بودم. کبرا طهماسبی رو من سال 1374 وقتی مریم توی پاریس بود، از 72 تا 75 وقتی رجبی با این صحبت کرد، من درجا تو ذهنم زد این با این رابطه داره. خب من مردم میفهمم، با اینکه اعتقاد داشتم با من عاشق رجبی بودم زمانا، بعد میگفتم که خب این مریم نیست، این هم اینجوری خوش لفظ میکنه. سخن بسیاره. من هم از آقای مهدوی آزاد هم از ایران اینترنشنال میخوام که اگر میتونن ادعاشون رو ثابت کنن بیا با من بحث کنن. چه کسی هست از سازمان بیشتر از من اطلاع داشته باشه؟ همین دیشب 2 ساعت با یکی از جداشکان صحبت کردم، حقایق شوکه کننده، با 900 جدا شده یا حضوری یا تلفنی یا فیسبوک صحبت کردم. مگه من نبودم همین ما قبل دادگاه حمید نوری اسامی 142 شکنجهگر با تو زندانبان شورای ملی مقاومت رو توی گزارش تحقیقی تحلیلی 4 ماه طول کشید ارائه دادم؟ مگر اون شکنجهگر سپاسدار که 5 نفر بودن، یکی از اعضای سازمانم بود، میبخشید هواداران سازمان زندان سیاسی زمانشاه هم بود، حبیب رستا، 5 سال 6 سال پیش توی میهن تیوی گفتم، 2 سال پیش یکی از شاهدین بعد 38 سال سکوتش رو شکست اومد حقیقه اونجا رو گفت. مگر من اسامی 700 تن زندانیان سازمان سال 1374 700 نفر بودن، اسامی بیش از 400 نفر شد با 200 ارائه ندادم؟ مگر من از 1000 نفر بیش از 1000 نفر که با آدم ربایی یعنی به عنوان کسب پناهندگی، شغل، پول، زن، خوشگذرونی، تک تک اینا رو گفتم. حتی گفتم سازمان جوانا رو که به عنوان خوشگذرونی زن جذب میکرد تو عراق، اولش به من تهاجم کردن که اینا مردم فکر کنن اخبار زرده. زرد یعنی که من میترسم از این حرفا. حقایقی هست باید گفت. اون که میگه زرده، خب اون ذهن خودش زرده. من ثابت میکنم همه رو. این حجم اطلاعات، من از اون 1000 نفر 450 تا اسم دادم، بالای 200 تا عکس انتشار دادم که اینا رو با فریب آوردن. 106 نفر رو اسم دادم که یا سازمان سربنیست کرده اینا رو کشته زیر شکنجه یا خودکشی کردن. چرا سازمان سکوت کرده؟ سازمانی که به قول مسئول رجوی یه ناوگان وکیل داره، چرا نمیاد از پس سیامک نادری که کراوات 50 سنتی براش خیلی مهم بود، اینو به دادگاه نمی کشونه؟ دیدید هنر من رو؟ هیچ پولی نداشتم، اما وقتی می اومدم پای تلویزیون میهن تیوی همه فکر می کردن که من چه جای خوبی دارم مصاحبه می کنم. یادم بود کودکی از اون جلو می اومد با این اسباب بازی داشت قلش قلش میکرد، همزمان داشتم با سعید بهبانی حرف میزدم با پام از زیر میز اشاره میدادم که برو برو نیادی ها این میز من از بین که بره. من چرا خوابی که خریده بودم 1.5 یورو اینو به عنوان نور خودم استفاده میکردم. سازمان امکانات نداره، سازمان نتونست خوش تبلیغ کنه، یا سیامک نادری تازه این یک وجه شد پشت سر ما چه تهمت هایی زدن، چه دروغ هایی گفتن. ایزن همین فاکتی که الان گفتم از خود عاطفه اقبال بعد 6 سال اومده، بعد 5 سال اومده میگه بله رقص راهی بوده، بله همخوابی با زمان بوده بزن اینا. چرا سکوت کردی؟ تازه اینو به عنوان پست نگفته ها، تو یکی از کامنت ها گفته خیلی خفیف. ببین چنین مواضعی رو من نداشتم،
فقط جهت اطلاع بگم. یه روز آقای مجتبی زرگر که به من گفت، من یه کامنتی گذاشتم بعد تو فیسبوک عاطفه اقبال، چون خوشش نیومد. آقای مجتبی زرگر همونی که همین هفته قبل با بی بی سی یک مصاحبه داشتن در رابطه با آلبانی، گفت که این پاسخ به من داد، گفت ما وقتی فهمیدیم سال 74 اینجوریه، من سال 74 از سازمان جدا شدم، یعنی خانم عاطف اقبال، شماهایی که موندین اونجا چکمیلیس رجوی شدیم. این خانم انگار که خودش محور عالمه، اگر روز ساعت تاریخی که از سازمان جدا بشه، این ملاک جدا بشه، بقیه چکمیلیس هم، ما قبلون نه. در حالی که وقتی من و زرگر و غیره از سازمان جدا شدیم، نه تنها از سازمان فاصله گرفتیم، بلکه روشنگری هم کردیم، تمام حقایقم گفتیم، برخلاف که عاطف اقبال نزدیک 17-18 سال، بین 15 تا 18 سال هنوز تو تشکیلات بود، هواداری میکرد، و حتی دیگرانی که اومدن شخصا به من گفتن، آقای اسمی برم از شهر برمن آلمان، گفت من خودم شاهد بودم، اتفاقا از هواداره سازمان بود خارج کشور، و خیلی هم سختگیر بود و خیلی تندم برخور میکرد که به نفع سازمان، برای برگزاری اون تظاهرات ها و تجمعاتی که سازمان برگزار میکرد. بابا اگه شما چکمیلیس رجبی نبودین، بعد چرا جدا شدین اومدین دوباره 10-15 سال 17 سال تو سازمان کار کردین، نقش داشتین؟ شرماور این گروه این گونه پاسخ دادن که به دیگران. من چون صورت مسئله این خانم نیست، اصلا قصد طرحش رو نداشتم، فقط چون حرف اومد من در جا خب حرفامو میزنم. حقیقتش اگر که بخوام بگم، خب حرف خیلی زیاده، به همین دلیل میگم ما آدم های جدی هستیم. گاهن 48 ساعت بیدار میموندم کار میکردم، هم ایرج مصداقی میدونه، هم سایره که دوستان، چون مجبور بودم به سیل تهاجمات که سازمان با هوادارا و اون زندانی ها که برای من که بسیج کرده بود اطلاعی و اعلامیه میدادن پاسخ بدم. یه فقره تلویزیون مانی یه مصاحبه من کرد، حمله کردن 27 نفر بهش که اگر فیلم سیامک رو ور نداری از رادیو مانی یوتیوب به دادگاه شکایت میکنی. گفتم آقا جون اگه بخوای ورداری من اطلاعی خواهم داد، طرف حساب منم، اگه شکایت هم دارم بیان سراغ من. لیست بعدی 150 امضا بود. همین دو هفته قبل یکی از امضا کنندگان اسماعیل ونک با من تماس گرفت و گفت فردی به نام بهروز قربانی از نروژ اومد تو آلمان تو همین شهر دورتموند و به من گفت سیامک چنین چیزی گفته، و من در جوابش گفتم ببین من این چیزایی که سیامک گفته رو به چشم ندیدم، ولی از جدا شدگان دیگه شنیدم، اسم اینم که گوش شده اونجا، ولی در رابطه با اسماعیل ونک بعدا توضیح خواهم داد اگر ضرورت پیش بیاد، یعنی این امکانش پیش باشه برام. پس ببینید حقایق رو ما مثلا میاییم مطرح میکنیم، اما کو گوش شنوا. نمونه دیگه، آقای حسن اعتمادی مسئول امضاگیری از شخصیت ها برای به ظاهر حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف، آقای حسن اعتمادی در فیسبوک تو می‌نویسه که از هم پشتیبانی کنیم، ستاد و اتاق فکر مشترک برای ادامه مبارزه و خونسا ساختن توطئه‌های رژیم بسازیم. منظور بعد این حمله بوده. گفته که بعد از حمله به مجاهدین نوبت حذف سایر گروه ها و افراد مخالف جدی جمهوری اسلامی فرا خواهد رسید، بعد از تظاهرات فرانسه که فرانسه مانع شد. از نظر من آقای حسن اعتمادی، صریح بگم، مواضعش مواضع درستی نیست و دروغ هم زیاد میگه، به صراحت میگم من 5 سال باشون ارتباط دادم و این حرفا دروغ محضه. اصلا حمله مجددی قرار نیست که چون تظاهرات پاریس لغو کردن این به سایر گروه ها بکشه. اگر تظاهرات پاریس رو حذف کنن، فرضاً رژیم ترور میکنه
مال همه رو ترور میکنه. با پاریس چه ربط داره به عمل کرده که رژیم در رابطه با اینم میگم پاریس حق داشته اجازه اجلاس سالیانه گسترده به اینا نده، چون امنیتشون نمیتونه حل کنه. 500 تا شخصیت بیاره اگر بمب بذارن عین سال 2018 که سه نفوذی سازمان همکاری میکردن باهاش، فاجعه میشد براشون، دولت برکنار میشد. ببینید حسن اعتمادی در مصاحبه با آقای شهرام همایون و حمله هواداران فرقه رجوی به او، یعنی به شهرام همایون، درباره پلیس و کمپ اشرف به وضوح دروغ میگه. شهرام همایون میگه که بعدی که من حتی اصلا نظری هم ندادم، یک دو مهمان آوردم، هوادارهایی که مجاهدین اومدن فحاشی کردن به من، ویدئوش هست. بعد خود آقای حسن اعتمادی تو مصاحبه میگه که من ایمان دارم، اعتقاد دارم که، یعنی اینطور نوشته، من به وضوح میدانم که هواداران مجاهدین نیستن، یعنی کسایی که فحش دادن، که به شما فحش فحاشی کردن، چون منافعشان این نیست. ساده سازی رو و سفسطه رو میبینین شما، فحاشی سازمان و اعضاشون رو تو این چند ساله حتی در فیسبوک ندیدین. نمونهاشو من اونجا ندیدم، تو فیسبوک ارائه که ندادم، تو دادگاه نمیگفتن که میاییم ایرج مستاق و یارانشو به سلابه خواهیم کشید. من چند نمونهشو حتی تو فیسبوک ارائه دادم. اما مقاله سایت سازمان مجاهدین به نام بچه شاه بود، فقط جهت اطلاع آقای حسن اعتمادی میگم، که شده لابی فرقه مجاهدین درباره حامد اسماعیلیون و رضا پهلوی و خانم علی نژاد. این مقاله اینطوری میگه: همون شمشیری که حضرت علی داشت، ذوالفقار علی، که شاه تجربه کرد، پدرتون تجربه کرد، همون شمشیر رو الان هم داریم برای شماها. این تازه مجاهدین ها، تو سایت ها رسمیش داره اینا رو که میگه ها، پشت صحنه زبان این نیست ها، بی دلیل نیست که میگم این مجاهدین دشمن، تهدید اصلیه، هم الان هم آینده. رژیم دشمن اصلی، اما تهدید اصلی برای انقلاب زن، زندگی، آزادی، جز این فرقه پلید رجوی هیچ کس نیست. شما شناختتون از رجوی حتی به اندازه یک سر سوزن هم نیست. ما که اهل کینه‌جویی با رجوی نیستیم. اگر یک در هزار شباهتی با این خمینی نداشت، باور کن من نمیبودم تو خارج کشور. تازه منو سازمان نیاورد، منو کمیساری آورد به دلیل شکستگی مهره از چند جا و سکته مغزی. قطر رونم به اندازه مچ پام بود، همیشه میلرزید. حسن اعتمادی میگه که حمله به مجاهدین را حمله به تمام ایرانیان و گروه های سیاسی ایرانی است. حسن اعتمادی با علم کردن پیام یاسمین پهلوی درباره پلیس آلبانی و کمپ اشرف، فلش خودش رو به سوی پهلوی میگیره و مواضعه یاسمین رو برجسته میکنه. خب منم میدونم مواضعه خانم یاسمین غلط، نه تنها در این مورد، در هر چهار موردی داشت این مواضعه غلطه. مثلا دانش، نه تنها دانش سیاسی نداره، حتی دانش تاریخی هم نداره. پیران عثمان کردن مواضعه یاسمین از اهداف و سوگیری همین حسن اعتمادی به سود و به نفع فرقه عجبی در رابطه با یاسمین پهلوی ناگفته پیداست. با این حرفایی که میزنه معلوم نیست که مردم اینو با کجا دلشون قرار بدن. بعد خودش هم میگه این، من حرفای خاص خودم رو دارم، اینها که نظرات خود من است. انگار که تو خودشونم بحث شده که این موازه خب یه خورده عجیب غریبه، ولی همون رو تایید کرده. حتی اینقدر دانش سیاسی، حتی اطلاعات سیاسی سطحی نداره، میاد میگه که
انتقاد میکنه به نمیدونم به آقای حامد اسماعیلون که چرا گفتید دادخواهی باید شامل اون بچه های 60 و 67 هم باشه، باید راجع به آبان 60 آبان 98 باشه و غیره. اینا کسی که دانش داشته باشه، کسی که دستی در این دادخواهی داشته باشه، مسائل سیاسی داشته باشه، یک چیز خوب میدونه. حتی همینک تو این 40 ساله، تو این 44 ساله میشه جلسه گذاشت، دادخواهی گذاشت، رفت سر خاک این جان باختگان، مراسم گذاشت تو هر مقطع، از 87 از 87 تا 88 تا انقلاب مهسا. اما اگر یک خانواده ای بخواد یه مراسم بذاره راجع به جان باختگان دهه 60 و 67، در جا همشون میگیرن، دستگیر میکنن و زندانی میکنن. نمونش خواهر یکی از این دوستان من که الان بیش از 10 سال زندانیه، فاطمه اسمش، اینقدر الان مثلا ناراحتم تو ذهنم نیست. 4 تا از اعضای خانوادهش دستگیر و زندانی شدن و چون مراسم گذاشته بود بیش از 10 ساله که این زندانیه، بچه هم داره. حسن اعتمادی و یکی از این دوستانش به نام محمود زهرایی که من خبر نداشتم، منو دعوت کردن به یک کمپ دادخواهی، به یک برنامه کلاب هاوس دادخواهی که بیاییم وحدت ایجاد کنیم بین این دادخواهان. 1 سال قبل و من پذیرفتم، مهمان اون برنامه بودم، قرار بود آقای ایجادی هم باشه، آقای ایجادی نیومده، من تنها مهمان بودم. بعد در آخر برنامه دیدیم که اینا میخوان تحمیل کنن که آقا جون مجاهدین هم بخشی از این مبارزه و جنبش ملی هستن، بخشی حضورن و بایست اینا رو هم بهشون مشروعیت داد. که من گفتم اساسا چه نیست، گفتم سقف جنبش ملی همه طیفا نیروها هستن، چتر فراگیریه، منهای اون چیزی به نام اسلام سیاسی مصطلح هست، یعنی فرقه رجبی، هر کسی که از این جنس هست، از جنس خمینی هست، عین ولایت فقیه هست، حالا اسمش فرق میکنه، رهبر قدرتی هست، نمیتونه بخشی از این مردم و جریان مبارزین و اپوزیسیون باشه. اونجا حسن اعتمادی بعدا اومد وارد شد، بعدا یعنی که فهمیدن اصلا پشت صحنه اصلا خودش بوده. برای اولین بار خودش اونجا که به من گفت اصلا ما اشتباه کردم، 25 سال تو سیاستم، میخوام یک تشکیلات را بندازم، یه اپوزیسیون بندازم، که یک رهبری که برای این جنبش را بندازم، هنوز موفق نشدم. میگو شاید اگر من برم یه شغل دیگه داشتم من موفق بودم، ولی من تو سیاست نتونستم که من اصلا کارا پیش ببرم. انگار که سیاست درجه موفقیت میذارن که تو بین 5 سال 10 سال این نقطه که برسی بهش زدن. ببین کسی که میاد تو سیاست یا باید سیاستمدار باشه داخل پرانتز چند نقطه، یا باید مبارز باشه، چرتکه نندازه که من میرسم اونجا. 5 سال پیش ما با همدیگه تماس داشتیم که به من گفت من الان 25 ساله دارم تلاش میکنم یه نیروی رهبری کننده جا بندازم، هنوز نتونستم این کار کنم. بعد گفتم آقای اعتمادی همین که 25 سال نتونستین این کار کنین، هنوز نفهمیدین که شما از این بار و وزن و شأن برخوردار نیستین. حتی اونجا هم بهش گفتم 4-5 نفری که هستن تو این حزب سکولار دموکراسی، اونا رو اخراج کنید. به وضوح با رژیم ارتباط دارن، منافع رژیم رو یکنی که میان تعمیم کنن، موازی اونا رو پشتیبانی میکنن، تو فیسبوکشون هم هست، عکسش هم دارم، سنداش هم دارم. امان 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 امان. شرم‌آور نیست که آقای حسن اعتمادی 1 سال پیش تحت یک برنامه بنامات چه باید کرد چندی شخصیت آورد، از جمله این مهدی خزری رو می آورد یا این فومنی رو می آورد. مهدی خزری درباره نوید افکاری چی گفته؟ یعنی آقا آیا این حسن اعتمادی نمیدونه این خزری در رابطه با آقای به اصطلاح نوید افکاری که جانباخت چنین چیزی گفته بود؟
همین که برای نوید افکاری سنگ قبر زیبا میگذارند و سنگ قبر او را نمیشکنند، یعنی ما پیشرفت کرده ایم. یعنی تحمل و مدارای حکومتی ها بیشتر شده است. وقاحت رو میبینین همیشه با اون نیشخنداش میتی خزایرون میگم، آیا ندیدیم نمیدونیم چندین بار بر سر قبر افکاری چی اومد؟ زدن و شکستن، هر دو برادرش کردن تو سلول انفرادی، خواهرش رو دستگیر کردن. شرم آور نیست؟ از این میخواد چه باید کرد در بیاره برای مردم، برای این اپوزیسیون؟ از فومنی میاد که ایرج مصداقی افشاش کرد که این عنصر وزارت اطلاعاتی، یه مقاله طولانی هم داد. شما نه ببین، شما نمیخونین این مقالاتو؟ ملیحه محمدی عنصر شناخته شده حامی این رژیم، این میاره باهاش هی مصاحبه میکرد. من یادم چند تا این جدا شدگان تو فیسبوک بهش انتقاد کردن، خانم منیژه حبشی وکیل هستن آقای حنیف حیدر نژاد، آقای حنیف حیدر نژاد، آقای رضا گورا مجدبا. میدونی چه پاسخ بهشون داد؟ پاسخ داد که شما چون از تشکیلات اومده بودین هنوز هم آلوده به همون تشکیلات و همون برخوردار داریم میکنین. عجبا از پاس و فرار میده، چرا تهمت میزنی به دیگران؟ من اینجا سکوت کردم، اما 6 ماه بعد یه موردی هم اینجوری بود، من قاطعانه پاسخشو دادم. شما به چه حقی با دیگران اینجوری صحبت میکنی؟ نه تنها پاسخ نمیدی، پاسخ حق قره نمیدی، بعد تهمت میکنی، فرافکنی میکنی. چه کسی از جنس سازمان است؟ اگر میتونی رو در رو صحبت کنی بدون تعارف. اگر شما فکر میکنین میتونین با این روش ها کارتون رو پیش میبرین، خب بکنین و خواهید دید. بالاتر از شما هزار مدار بالاتر از شما رجوی بود، حصار بسته ای که در حاکم صدام بود، فکر میکرد ابدی هست، شکافت. من یادمه 1.5 سال یک خانم به من گفت، حسن اعتمادی از طریق واتسابش که بود به من گفت، حسن اعتمادی، این خانم کمک مالی میکرد هر از گاهی مثلا با آقای اعتمادی، گفت آقای اعتمادی که برام نوشتی که اصلا حرف شما که غلطه، من اشتباه کردم، به شما اعتماد کردم، شما باید اعتماد منو جلب کنید. بابا شما که 25 ساله دارین اپوزیسیون میسازین، رهبری میسازین، تو هنوز نمیدونی که اعتماد و رهبری باید جلب کنه از مردم، نیروی مبارز باید اعتماد مردم جلب کنه. این رابطه معکوس نیست، هرمو که معکوس نمی کنن. شما هنوز بدیهیات رو نمیدونی. راستی چرا چنین پاسخ میدین؟ مسئولین شما، شما که به جایی که شفاف واسین حقیقت بگین اتهام که میزنین، تازه دیگران مردم توده باید اعتماد شما رو جلب کنه. مگه حرف رجبی غیر از این نیست؟ بله اعتماد نداریم، اعتماد کسب کردن نیست، یعنی تا لحظه مرگ ما به شما اعتماد نداریم، هی با چاپلوسی کنین و خودتون رو به کشتن بدین تا لحظه مرگ. و این شرم‌آوره. من یک ویدئو به اصطلاح که میخواستم از صحبت‌های آقای حسن اعتمادی رو که برنامه سیمای آزادی تحت عنوان آفساید پخش کرده رو براتون بذارم، چون آقای سعید بهبانی بیمار هستن، خودم صوتی 1.5 دقیقه هست، اینو براتون پخش میکنم تا صداشو که بشنوین. این برنامه آفساید یعنی کسایی هستن که تو آفساید هستن از نظر سازمان. برنامه روی یوتیوب هست، مال 2 سال پیش هست. از جمله واشنگتن تایمز، اورینت نیوز، العربیه، تاپ چنل آلبانی و ایران اینترنشنال. البته این یکی آخری یعنی ایران اینترنشنال گرد همایی رو همراه با افاضات دو تا از دشمنان مجاهدین پخش کرد که خودشون در صحبتاشون خمینی و باندهای داخلی نظام رو به مجاهدین ترجیح میدادند.
یعنی خانم رجوی و مجاهدین خلق هیچ کسی رو به غیر از خودشون و به غیر از مردم نمیبینن، مردمی که احتمالا باید تمکین کنن به سازمان مجاهدین و رهبری خانم رجوی و بدون اعتنا به تمام بخش های نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران. این بسیار خطرناک، این دیدگاه. حتی خمینی هم وقتی در پاریس بود اینطوری نمیاندیشید. خمینی حتی کمونیست ها هم جلب میکرد. خمینی با همه جریانات سیاسی کنار اومد، اونها رو حمایتشون رو جلب کرد تا تونست به عنوان رهبر انقلاب اسلامی در بیاد. این آقا که الگوش خمینیه داره میگه چرا مثل دزد بزرگ قرن، یعنی خمینی، عمل نمی کنید؟ که اولش گفت همه با هم، ولی در عمل دیدیم که همه با من بود. چون بله، این قسمتی از این ویدیو بود که من جهت روشنگری اینجا پخش کردم. صوتش و صحبت های حسن اعتمادی بود، کسی که هر روز تغییر نظر میده تو اساسی ترین اصول و مواضع. بایستی از خودش پرسید در کجای این تاندول قرار داریم. جهت اطلاع برای تشکیل نیروی رهبری کننده و به اصطلاح ساختار اپوزیسیون، این طور نیست که هر کسی از سر راه رسید به عنوان یک شغل یا حرفه یا به عنوان یک کار بخواد این سیستم راه بندازه. این سیستم باید در درون مردم بدوشه و پاسخ بگیره. من یک مثالی میزنم و طنزم توش هست. تو روستای ما بالسین تو آذربایجان، خودم هم شاهد بودم، یک فردی هست سیده. این چون فقیره با الاغ میره خونه ها، اونا یه وسایلی مثل نون خشک و آرد و این خوشبارینا به بهش مثلا میدن. اما این خره کامپیوتریزه شده است، یعنی عین مثلا جی پی اس میمونه، بهش میگن سید شگی. این خره مرده چون نمیتونه بره داخل خونه ها، چون ممکن اونجا زن باشه، این حریم حرمت ها توی اون روستاهای آذربایجان مخصوصا تو دهها خیلی زیاد بود. این خره وقتی مرده سید وامیسته بیرون در، این خره میره تو، اونا این وسایلی که میذارن تو خورجین، این تو پالون، این دره میاد بیرون، میره تو خونه بعدی، از خونه بعدی میره تو خونه بعدی، همینجوری کوچه رو طی میکنه و روستای دیگه. بعد کوچه های روستان هم مثل کوچه های شهر نیست، گاهن اصلا پسی بلندی داره، چه خونه فاصله تره، خونه هاش به اصطلاح درهاش که مشخص نیست، این یکی به سمت غربه، اون یکی به سمت مثلا که شرقه. اما این خره تو این 10 سال این کامپیوتر حفظ کرده که کارش نست میره. ببین، سیستمی که بخواد این اپوزیسیون رو راه بندازه اساسا نمیتونه مثل این سید شگی باشه تو هر خونه ای که بره. با عرض معذرت، من فرصتم تموم شد، اون ساعت 9:05 است و دیگه از این بیشتر وقت ندارم برای این برنامه. بقیه صحبتام میمونه. راجع به دادگاه آبان میخواستم بگم که خانم فاطمه خوشرو چه ضربه ای خورده از دست این مسئولین دادگاه آبان. که ممنونم از شما آقای سعید بهبهانی عزیز. من کوتاه به اصطلاح که خواهم گفت، ببینید، همین ایران اینترنشنال که این فیلم ها رو پخش کرده بود، خانم فاطمه خوشرو تو دادگاه آبان اومد شهادت داد با چهره باز، 38 ساعت پیش یه ویدیو داده که مسئولین دادگاه آبان به من وعده داده بودن که مسئله حفاظت تو رو حل میکنیم، بیا شهادت بده. اسمم برده بود از آقای حمید صبی و شادی صدر و غیره، اما به وعده‌شون وفا نکردن، ما رو ول کردن. حالا وزارت اطلاعات خونواده اینا گرفته، اموالشون مصادره کرده، شکنجهشون کرده. این خانم فاطمه خوشرو هم مظلومانه میگه من مخفی دارم زندگی میکنم، لطفا صدای من رسانه‌ای کنین. من سوالم از ایران اینترنشنال اینه و سایر رسانه‌ها که شما که فیلم‌ها رو پخش کردین، چرا صدای اصلیشو پخش نمی‌کنین؟ یه عکس که گذاشتین، چرا اون صدا رو پخش میکنین؟ دو ویدیو داشته توی جایی که صریحا از شادی امین اسم میبره و دیگران، چرا اینو پخش نمیکنین؟ این ویدیو که به دست من هم رسیده، به دست خیلی رسیده، این چه اصول حرفه‌ای رسانه‌ایه که سانسور که
یعنی کردین. ببین در عرض دو ماه 29 بار شادی امین آوردن تو تلویزیون، جدیدن هم آوردن که باز یه دوره ای من انتقاد کردم حذف کردن، باز الان دارن هی بهش که فرصت میدن. آتش کرمی بر علیهش نوشت، معادلان دادگاه آبان که 96 98 گفتن از خون بچه ما سوء استفاده نکن. یک شاهد رو دو بار آوردن تو دادگاه آبان. من تو سوئد بودم، تو یک به اصطلاح مهمانی تو خونه یکی از دوستان بودیم، یکی خبرنگارا بهم گفت، اصلا من شوکه شدم، گفتم اگه این حرف رو بگیم که چنین تقلبی کردن اصلا اعتماد از بین میره، شرم‌آوره برای ما. ببینید ما نمیتونیم چنین نقض اصولی داشته باشیم. به همین دلیل از اول گفتم، ببین حتی همین ایران اینترنشنال پس پریروز خانم لادن بازرگان آورده بوده. آخه شما دادخواهی خانم لادن بازرگان تو ایران توی هم تلویزیون ایران اینترنشنال عنوان میکنه که اگر کسایی که اسناد دارن اینا رو بدن برای عدالت برای ایران که تو کمیته حقیقت یاب که مال سازمان ملل اونجا اینا ارائه بدن. شرم‌آور نیست به این دو شخصیتی که دمل چرکینی بر پشت دادخواهان عدالت و حقوق بشر و دادخواهی هست اینجور تریبون داده میشه، این گونه حمایت میشه؟ خب شما باید پاسخ بدید، پاسخ فاطمه خوش رو باید شماها بدین. اونا که اصلا اهل پاسخگویی نیستن، که اگه بودن عین رجوی میمدن پاسخ نمیدادن. من حرفم اینه، من رسانه‌ای نداشتم، یک میهن تیوی رو داشتم، تازه توی این سه ساله فقط دو سه بار اومدم، این هفته های اخیر چند بار اومدم اینجا. چرا میارین میگین که این دروغ، این پروپاگانداست؟ ایرج مصداقی هم در رابطه با رقص راهی یه مصاحبه ویژه کرده، گفته بیارین تو دادگاه تا شاهدین هست همونجا همین رو ارائه بدیم. من خشمگینم از این موضوع. مگه موضوع سیامکه؟ شما با دختری که خانواده‌اش رو زیر شکنجه بردن قول بهش دادین چنین برخوردی میکنین؟ ایران اینترنشنال آقای رمضان پور چرا ویدئوشو سانسور کردی؟ همونی که اسم میبره از شادی امین و فلان و فلان اینا، منافع شما چیست؟ من رسانه هم نداشته باشم، یک نفر باشم با یه تلفن که مشکلم رو حل میکنم. من هر موقع حرف زدم با سند و مدرک حرف زدم، حتی اونجا مثلا که گفتم راجع به این گردنبند همه اسنادو که با خودم آوردم برای این مصاحبه دو ساعت کار کردم، سه ساعت کار کردم سر یک بیلان در بیارم که اینا چقدر خرج کردن. این به صورت ذهنی بوده. البته شما دنبال مسئول که میگردین؟ کدوم مسئول؟ یقین کنید فقط یک فرد مثل فاطمه خوشرو باشه بیاد حرف بزنه، تمام این دستگاه دروغ و پروپاگاندا رو از بین خواهد برد، ولو اینکه رسانه پشتش نیاد. رسانه مردمن، رسانه قلب مردمه، ذهن پاک مردمه، نه تبلیغات نه پروپاگاندا. آقای سعید بهبانی من از شما تشکر میکنم به این فرصتی که امدادیم و این 5 دقیقه اضافه، چون حرف ها زیاد بود الهای من خلاصه کردم. نکته آخرم خانم مسیح علی نژاد 3 میلیون غرامتی که بوده رو بخشیده، اصلا گفته که مثلا اینو من دنبال نمیکنم نمیگیرم. من گفتم مواضع اصولی چیست؟ من بودم این پولو میگرفتم میدادم به اون کسایی که چشماشون با این شلیک هایی که با هفتیرهای ساچمهی شده کور شدن، میدادن به اون خبرنگاری که همین ماه قبل که به دلیل فرق خودکشی کرد، میدادن به مادران خانواده های جانباختگان که تنها فرزندی که ناناور خانواده بوده اعدامشون کردن، میدادن به اون زندانی هایی که اومدن از زندان بیرون اما کار پیدا نمی کنن، ممنوعال کار شدن. این پول حق مردم بود، من می دادم با افتخار این پولو می گرفتم، می دادم به خود مردم که صاحب اصلی این پول هستن، از هیچ تهمتی هم نمی ترسیدم، با تمام افتخار پر لبخند پر شادی پر غرور پر عشق این پولو می داشتم تو سفره گوهر عشقی،
و چنین مادرانی میگفتم شماها خرج کنین در راهی که شماها صلاح میدونین تو داخل ایران چه خبره. این موضوع غلط بود. با سپاس از همه بینندگان عزیز، از خشم من نه به دلیل تندروی، واقعا حقایقی که از پشت صحنه، اگر اینا فرصت که بشه من این حقایق بگم، واقعا معلوم میشه که سره از ناسره چجوری میشه جدا بشه. با سپاس از همه شما، ممنونم.